حضور تمام بینندگان گرامی در سراسر کره خاکی از صمیم قلب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همه با خانواده شریفتان لباس عافیت به تن داشته باشین و در امور روزگار موفق و کامگار. حضرت شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری در الهی نامه چنین می فرماید: الهی تو آنی که نور تجلی بر دلهای دوستان تابان کردی، چشمه های مهر در سرهایشان روان کردی و آن دلها را آینه خود و محل صفا کردی. تو در آن پیدا و به پیدایی خود در آن دو گیتی ناپیدا کردی. تو در آن پیدا و به پیدایی خود در آن دو گیتی ناپیدا کردی. ای نور دیده آشنایان و سور دل دوستان و سرور جان نزدیکان، همه تو بودی و تویی، همه تو بودی و تویی، نه دوری تا جویند، نه غایبی تا پرسند، نه تو را جز به تو یابند. اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان الكرام، در ترجمه و تفسیر اجمالی سوره مبارکه ابراهیم قرار داشتیم و داریم. در آیات بعدی بعد از آیات 27 که آیات 28 است، خداوند تبارک تعالی چنین می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پنام برم به خداوند از شر ابلیس رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز میکنم به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت بارحم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا؟ آیا ندیدی به سوی آنانی که بدل کردند نعمت خدا را به کفر، یعنی ناسپاسی؟ و احلوا قومهم دار البوار، و فرود آوردند قوم خود را به سرای تباهی، جهنم که دوزخ است. یصلونها، درآیند آنجا. و بئس القرار، و بد قرارگاه است دوزخ. و جعلوا لله اندادا، و مقرر کردن برای خدا همتایان، لیضلوا عن سبیله، که گمراه کنند مردمان را از راه او، یعنی از راه خداوند تبارک و تعالی. قل تمتعوا، بگو بهره مند شوید، فان مصيركم الى النار، هر آینه بازگشت شما
به سوی آتش است. قل لعبادی الذین آمنوا، بگو مر بندگان مرا که ایمان آوردند، یقیم الصلاة، برپا دارند نماز را، و ينفقوا و خرج کنند، مما رزقناهم سرا و علانیه، از آنچه روزی دادیم ایشان را پنهان و آشکار، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، پیش از آن که بیاید روزی که خرید و فروخت در آن روز نیست و نه هم علایق دوستی و خویشاوندی و پیوندی. بله عزیزان گرامی، صدق الله مولانا عظیم. سوره مبارکه ابراهیم در هفته‌های گذشته به صورت اجمالی همه حقایق ابراز شد حضور عزیزا، تا جایی که حد توان بندگی بود بهتر از والله اعلم بالصواب، خداوند بهتر میدانه. آنچه ما نتیجه میگیریم از این سوره مبارکه مسائل بسیار اساسی است. اولی بود که خداوند تبارک تعالی فرمود این قرآن یا این کتاب مقدس برای چی نازل شده؟ برای از این نازل شده که انسانها را از تاریکی به سوی نور بکشانه به اذن پروردگارش، پروردگار بشر. این یک مسئله نور و ظلمت که دین مقدس اسلام دین نور توحید است، نور معرفت است، نور تقوا است، نور خداشناسی است و نور اخلاق حمیده است و نور رفتن به بهشت با قلب سلیم است. همه انوار در بر میگیره. او طرف برعکسش ظلمت است. مثل شما وقتی شکر را یا شیرینی را بوره را میفهمین ارزش، که او طرف نمک چشیده باشین. او طرف نور برعکسش ظلمت است. ظلمت با خداوند مثل شریک مقرر کردن است. مخلوق در قدرت و اراده خدا داخل کردن و صفت اولویت برش دادن است. و در عین زمان به جاده های گناه و ظلم و شرک داخل شدن است. و قانون فطری الهی که در وجود همه انسان ها حاکم است به قانون جنگل تبدیل کردن است. که انواع مظالم و شرک و خرافات دو. این طرف معکوسش بود. که در سوره مبارکه ابراهیم همیره در آغاز مسئله بسیار اساسی که مطرح شد نور و ظلمت بود. مسئله دوم که این وظیفه اخراج کردن مردم بشریت از ظلمت به طرف نور نه تنها وظیفه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت جهانی بوده و هست، بلکه موسی علیه السلام هم برای قوم خود به عین نسب العین موظف شده بود تا قوم خود از تاریکی ها به سوی نور بکشانه. مسئله اساسی دوم که موسی علیه السلام مطرح کرد که خداوند می فرماید که شکر است و کفران است. لئن شکرتم لازیدنکم. دی سوره مبارکه مسئله شکر و ناسپاسی، احساس انعام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم را کردن و در مقابلش به بارگاه الهی تسلیم بودن به باطن ظاهر و در سر زو عمل صالح انجام دادن، این شکر است. ولی برعکس خالقی که بر ما همه نعمتها را آماده کرده به ضد از او حرکت کردن و بر مخلوقی ضرر رساندن به اساس هوای نفس، اینا تماما در ناشکری و ناسپاسی داخل است. و نتیجه نور چیست؟ انسان را به علای ایلین میبره. نتیجه ظلمت چیست؟ انسان را به اسفل سافل میبره. نتیجه شکر چیست؟ لئن شکرتم لازیدنکم، زیادت نعمتهای مادی و معنوی الهی به ما میه. و نتیجه کفران چیست؟ عذاب الهی در دنیا و آخرت شامل از او فرد یا او خانواده یا او قوم یا او مردم معاصر او عصر میشه که خدا ما شما رو نگاه کنه. دوم مسئله، دوم مسئله شکر و مسئله ناسپاسی بود. مسئله سوم در رابطه به این بود که انبیاء علیهم السلام خودش نعمتهای معنوی هستند، همچنان که ما آفتاب یک نعمت میدانیم، ولی اگر آفتاب بسیار نزدیک شد کره زمین را ذوب میکنه و اگر بسیار دور شد حیات از بین میره، همه به کره سرد و منجمد خنک و یخبسته تبدیل میشیم. ولی در امو حالت خود که قرار داره رابطه با ما داره به اذن خداوند که چهار فصل و شب و روز و نعمت ها از برکت انرژی که خدا او را تعیین کرده بر ما یک نعمت است. مهتاب به این شکل یک نعمت است. بدون موجودیت مهتاب کره زمین حیات نمیتونه پیدا کنه. این امرو ساینتیست ها ثابت کرده که امواج بحر و یا آمدن باد شمال از قوه جاذبه و
کشش مهتاب است که آب به طرف خود کش میکنه و دو جزر به وجود میاد. اینا هم به یک تنظیم الهی به یک نقشه بسیار منظم که اینتلیجنت دیزاین میگه دیزاین شده. این یک نعمت است. همچنین انسان برای معنویتش خدا نعمت های را به نام انبیاء علیه السلام و بعد از اونا وارثینشان رسول که انبیاء وارثینشان انبیاء و اولیاء کرام است خدا معذف میکنه تا نور باطن را یا نور قلب را در جامعه، نور وجدان را، نور صفاییت را، نور پاکی و عدالت را پخش بکنه. اینا نعمت های معنوی هستند. اقوام عاد و ثمود و نوح و عاد و ثمود خدا مثال آورد که اینا در مقابل نعمت ها که آمده بود به اساس از میتونستن مغفرت الهی را نصیب شوند، بهشتی برین نصیب شوند و به دیدار خدا، برعکس اینا طرف ضد و لجاجت را گرفتن. به این اساس اونا به سرنوشت بسیار شوم گرفتار شدن که اینجا معلوم شد که کس اقوامی که ناسپاسی میکنه چی نوع عذاب ها در دنیا و آخرت شامل حال از اونا میشه. و در مقابل ابلیس در روز قیامت که همه ملامتی به گردن ابلیس میفته که شیطان ما را گمراه کرد، ابلیس هم براعت خدا حاصل کرد که ما را شما ندیده بودیم، نه در گردن تان زنجیر انداخته بودیم، فقط یک وسوسه انداختم، خودتان ضعیف الایمان بودین و منافق بودین، به اندازه وسوسه ما شما پذیرفتین و حرف خالق هستی را رد کردین و حرف هوای نفس خود را پذیرفتین. این ضعیفی خودتان است. امروز نه شما به درد، نه شما بم به درد میخورین. بعد سرنوشت جهنمیا و بهشتیا را خداوند کریم که مردمانی که شاکر بودن و رفتن در صراط مستقیم پروردگار به بهشت داخل میشن، مردمانی که ناشکری کردن اقوام نوح و عاد و ثمود را مثال آورد. و مسئله اساسی بعدی عبارت از کلمات طیبه و کلمات خبیثه بود که کلماتی که از زبان انبیاء علیهم السلام و به اساس وحی و صوف آسمانی اونا کلش طیبه بود و هم خود شخصی که گرفته او انسان طیب و پاک است. هیچ نبی را شما نمیتون بگوین که در عمر گناه کرده، اونا معصوم و محفوظ هستند از خطاکاری اکثرشان، و خودشان کسانی گندست پاک هستند و برای کسانی که میشنوه و میگیره او را سبب لیعلمکم الکتاب و الحکمت و یزکیکم، هم علم میتن هم حکمت و هم پاکی برای طرف مقابل داده میشه. یعنی نفس طرف مقابل، عقیده طرف مقابل و اخلاق طرف مقابل از ظلمات به طرف پاکی، از به طرف نور و از خباست به طرف پاکی و صفایی میره. پس این کلمات پاک اگر کسی پذیرفت و این انجام داد، این کلمات پاک را، اوامر و احکام را که ما شما مسلمان ها میگیم که آمنت بالله کما و به اسمائیه و صفاته و قبلتو جمیع احکامی و ارکانی، وقتی که قبول کردیم این کلمات طیبه که از خود کلمه طیبه زبانی ذکر و تسبیح و حمد اینا شروع میشه تا نماز و روزه و زکات و حج و همه اینا به حضور پروردگار به عالم قبول میرسه. و اوهایی که شیطانی و نفسانی و گناست او در همیجه میمانه، مثل بتهای خارزاری که در همیجه است، هم در پای خود ما میخله و هم جامعه را اذیت میکنه و هم در آخرت خداوند ناراض میباشه. و از خاطر اون نارضایتی خداوند فرموده که ما با کسانی که سود میخورن، حرام میخورن، ظلم میکنن، خداوند با اونا روز قیامت تکلم نمیکنه. این کلمات خبیثه و کلمات طیبه که اگر انسان منور شد، کلمات طیبه چی به زبان، چی به مال، چی به جان ازشان صادر میشه، که علما و مفسرین کلمات طیبه تمام اعمال نیک و پاک را در اعمال طیبه در کلمات طیبه داخل کردن. و کلمات خبیثه تمام چیزهایی که مخارج هوای نفس و تصرف شیطان باشه و بر اساس منافع شخصی باشه، نه رضای الهی، در کلمات خبیثه داخل میشه. از ریا شروع تا دروغ تا مسلمان کشی تا بشر کشی به بهانه تا نسل کشی تا انواع مختلف تبعیضاتی که قانون جنگل بر انسان‌های دوپای حاکم می‌سازد، همه در کلمات خبیثه داخل است. پس دسته‌بندی شد که نور و ظلمت، شکر و کفر، نتایج شکر و کفر در داستان و ضمناً کلمات خبیثه و طیبه. اینجا خداوند تبارک تعالی در آیاتی که امروز تلاوت شد و ترجمه شد بر شما عزیزان می‌فرماید که ای حبیب، ما تو ندیدی او جمله رهبران را، اونایی که پیشوایان قوم بودن و برای قوم اعتبار داشتن، رسوخ داشتن. انسان ها به اساس چند چیز رسوخ پیدا میکنن در جامعه، ثروت و سرمایه. قارون خود کدام پیغمبری نداشت، خود ثروت و سرمایه داشت، در بین قوم موسی ارزش داشت. این چیزاست در عالم مادی. دیگه رتبه و مقام که در منزلت مقام پادشاهی باشه یا شاهزادگی باشه یا
وزیر باشه، اینا هم در جامعه رسوخیت میده. سوم علم، انسانی که عالم باشه چی در علوم ادیان چی در علوم ابدان، یک پیش دی گرفته باشه، هم یک رسوخیت میده. ولی این کسانی که در این اقتدار قرار میگیره، اینا مسئولیتش را نظر به مردم عوام بسیار بزرگ است پیش خداوند. اینا باید بسیار به اساس مسئولیت ازی که ما یک حرف میزنیم، یه حرف ما مربوط خود ما نیست، میده در روان جامعه، یا جامعه را میبریم به طرف غضب الهی، یا میبریم جامعه را به طرف مغفرت و رحمت الهی. به می خاطر انبیاء علیهم السلام که آمدن والله یدعوکم الی الجنه والمغفره، اونا نخواسته که جامعه به طرف غضب الهی بره، میفته واسطه ما خدا ان شما را دعوت میکنه به طرف مغفرت خود و بهشت برین خود. به این خاطر خود خداوند رحمان است، انبیاء علیهم السلام مهربان و رحمت العالمین رسول الله صلی الله علیه و سلم است، و همچنین قرآن هم بر رحمت نازل شده تا سبب پاکی بشر از گناه ها و دخولشان به بهشت و نجاتشان از جهنم باشه. اونا منظورش این نبود که مردم به غرق غضب خدا کنه. ولی این کسانی که در اقتدار قومه و لجاجت با پیغمبرا و نیکارا میگیره و سر میگه مرغ ما یک لنگ داره سر عمود، دعوای ریایی خود استاد میشه و مردم به هلاکت و تباهی کز میگه، اینا خدا میفهمه که ندیدیو کسایی را که تبدیل کردن نعمت خدا را به کفر و ناسپاسی و آوردن در نتیجه کار قوم خدا در جای در تیغ عذاب و قهر الهی قرار دادن، در سرای تباهی و بربادی قرار دادن. کلمات خبیثه که از طرف رهبران یک قوم صادر میشه، مثلا میگن که خدا یک تا پرستی درست نیست، آفتاب پرستی درست است، بت پرستی درست است، استاشون سر بتایتون استقامت کنین، این خودش کلمات خبیثه است و این قوم را محروم ساختن از نور توحید الهی است. خب معلوم دار اینا تاریک میمونن، که تاریک ماندن به اساس از یک شرک کویتنید با در پایان از دیگه فروعات داره، باز حیوان پرستی شروع میشه، شهوت پرستی شروع میشه، زبان پرستی شروع سمت هم هزار فروعات دیگه ای تاریکی داره. دو یا دوله جنزار گرفتار میشه، دو که گرفتار شد جامعه به قانون جنگل تبدیل میشه. چرا؟ قانون فطرت رها کردن، خود او مملکت خود او قام در سرای تباهی قرار میگیره. اینجا خداوند تبارک تعالی میفرمایند او سرای تباهی در دنیاشون ببینید که تباه و هلاک است، اعتماد در بینشان وجود نداره، احترام در بینشان وجود نداره، عدالت در بینشان وجود نداره، وجدان پاک وجود نداره، صلح به صورت واقعی، صلح و سازش فرق میکنه. با سر ازی صحبت خواهد کردیم که ما بعض وقت سازش خیال صلح میکنیم، چند تا دوز و راگیر که میگن تنها نخوریم، می کاروان باشه یک جای بخوریم، اینا با هم میشینه ما شما چک چک میکنیم، والا اینا جور شدن بسیار خوب شد. نه، اینا صلح منظورشان، اینا سازش هستن برای بازی کردن به سرنوشت اکثریت خاموش. نتیجه و کفران ناسپاسی که کلمات خبیثه از زبان رهبرا صادر میشه و در جامعه او اثر میکنه، او مملکت از نظر اجتماعی فرهنگی و سیاسی و از نظر معنوی در روز آخرت در سرای تباهی هستن، جهنم است. خداوند کریم میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که القاتل والمقتل كلهم في النار. یک دوره می سر امت ما که قاتل و مقتول هر دوش به جهنم میره. صحابه پرسان که یا رسول الله قاتل خود ظالم است، کشتی بیچاره مظلوم خود کشته شده، این چرا میره به جهنم؟ گفت که این امنیتش همی بود که اگر وارزی برابر یورو پیشتر میکشت. پس اینا اردو خون برادر برای خود حلال کرده بودن در حالی که خدا حرام کرده بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حجت الوداع حرام کرده بود که مال شما، ناموس شما، خون شما برای یکی دیگه حرام است الا به طریق شرع، که لله و فلله باشه دیگه، هدف مادی و شیطانی داشت نباشه. پس یه اردو میره به جهنم. شأن نزول از آیت مفسرین اکرام بفرمایه که مراد از اینها سرداران کفار و مشتکان است، خاصه رؤسای قریش که زمام عرب را عرب تا آنگاه در دست ایشان بود. یعنی خداوند چشان بر ایشان احسان فرمود، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به هدایت آنها مبعوث گردانید، قرآن کریم را فرود آورد، مجاور خانه و حرم خیش گردانید، ریاست اعراب را در آنها برقرار ساخت. آنها در بدل این همه احسان و انعام به ناسپاسی و او کمر بستند، به ناشکری خداوند، سخنانش را دروغ انگاشتند، تا آخر با پیغمبر وی جنگیدند، عاقبت با قوم خود در گودال تباهی افتادند. این در ایسه شان نزول زیبری رؤسای
قوم قریش بود که اونها با کلمات خبیس خود، با کلمات مکدر خود میخواستن ذهنیت اعراب را در مقابل شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکدر بسازن، که ساحر است نعوذ بالله، شاعر است نعوذ بالله، کذاب است نعوذ بالله، مجنون است، هزار افتراء. ولی او حرفا چون شجره خبیثه بود، ریشه نداشت، از طرف خدا قابل تایید نبود، خدا آن خود شاهد بود که ما پیغمبر سن و پیغمبر انتخاب کردیم و کتاب کتاب ماست، پس حق در جای خود قرار گرفت، باطل محو شد. و قل جاء الحق و زهق الباطل. کسانی که مخالفت کردن اینا در جنگ بدر و احد اینا مردار شدن اکثرشان در دیگه غزوات، و بعضی دیگرشان با مرگ طبیعی خود رفتن کافر از دنیا، بعضیشان خدا هدایت کرد اونا در داخل نیست. اونو کسانی که در لجاجت و شقاوت با خدا و اهل الله که انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین است میمرن، اینا مردار از جهان میرن. اینا دنیای خودم به اساس اونم کلمات خبیثه به خاطر منافع شخصی و ریاست منزلت حق نپذیرفتن، لجاجت کردن که باش رسوخ و عزت قومی خود دست نتیم، و میگفتن چرا قرآن سر دو رهبر قریتین عظیم نازل نشد، چرا سر یک انسان فقیر و غریبی مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم یتیم و صغیر نازل شد. و خدا فرمود که اینا چیکار هستن که رحمت خدا را میخوان تقسیم کنن؟ خداوند است یک آهن طلا میسازد، دیگه آهن مس میسازد، دیگه آهن یک چیزی ساده میسازد، یک شی خاک و گل میز، یک شی دیگر الماس میسازن. به دست از اینا نیست که اینا تقسیم کنن که کی باید پیغمبر باشه و کی باید ولی باشه. این الطاف حضرت ذات ذوالکرم او جل جلاله است. و اینایی که رفتن به شکل کفر و در شقاوت با خدا و اهل الله، اینا از دنیا کافر اگر تر شدن، جای اینا جهنم است و اینا داخل میشن و بد جایگاه است. خب دشمنی از یا چه بود؟ اینا به عوض خدای واحد مقرر میکردن بت‌ها را. مثلا میگو برای گرفتن پسر پیش از اینی بت بریم، به پیش از این بت سجده کنین، دعا کنین، اینی بت تصرف داره که برای شما اگر اولاد ندارن اولاد میده، نعوذ بالله. دیگه بتی برای باران داشتن، اگر خوش سالی آمد پیش از او برین. این 360 بت که در مکه بود، هر کدام از یا برای یک وظیفه بود، اونجا بر از او برین سجده کنین، نذورات ببرین، باز باران نازل میشه. یک بت دیگری بود مثلا برای دفع بلیات که آفات نبه، در کاروانا را نگاه کنن. اینا میگن به خدایی که واحد و یگانه است، واحدی است که در هر زمان هم او خداست. ما در افغانستان وقتی که تاریخ میخوانیم، زمان که فرق میکنه، پادشاهی هم فرق میکنه. در یک دهه یا صده شما ببینید چندین پادشاه میه، ولی خداوند از اول تا آخر، از ازل تا ابد یک خدای واحد است، یک احکم الحاکمین است. ما میریم نسلهای بعد میه، نسلهای بعد خدا واحد است، همون یکیست، در هر وقت همون مالک الملک است، و همون خدای واحد یک تا و یگانه است، و همون برای همه مخلوق خدا هست. در آسمان خدا است، در زمین خدا است، در عرش خدا است، در فرش خدا، در همه جا همون یک خدا هست. پس اینا چی کردن؟ به عوض خدای واحد یگانه، خدای دیگر را برای خود تعیین کردن، از ذهن خود، از تخیل خود. آفتاب را تعیین کردن، مهتاب را تعیین کردن، آتش را تعیین کردن، جن را تعیین کردن، فرشته را تعیین کردن، پیغمبر را تعیین کردن، ولی را تعیین کردن، انواع مخلوقات موجودات برای خود تعیین کردن. اینی بود که خود محروم ساختن از نور توحید و خود محروم ساختن از بهشت برین، تا به این خاطر میخواستن که لیودلو عن سبیله، که چی خدا یگانه ایره که نمیبینین به او، اینه بتای تیار است، اینی بتا بپرست، اینی کارمه. برای از اینکه مردم از دور پیش انبیاء علیه السلام و نیکا متفرق بسازن و عقیده که اونا دارن و عقیدهشان ملبوس بسازه و بپوشانش به شکل بت پرستی و به طرف کفر. خدا فرمود که قل تمتعو، شما چند وقت دیگه بهره‌گیری کنین. چقدر وقت بهره‌گیری خواد کردین با شیطنتتان، با ظلمتان، با شرکتان؟ چقدر وقت؟ خود نهایت عمر یک انسان از 100 سال اضافه نیست دیگه. 100 سال به اصطلاح همین شیطنتتان و بهره‌گیریتان کنین از راه شیطانی. فین مصیرکم الی النار. این مهم نیست که شما در یک جاده روان هستین عیش و عیاشی میکنین، آخر جاده را ببینین که در کجا میبرتان. این مصیرکم الالله است، الالبهشت است، او را مهم باشین.
حال عیش دیر نبینیم که ولاد امی بس یا سرویس شدیم در این مسیر روان استیم کل ما نشستیم و چک چک هم میبینیم که در امی سرک میده سر یک کنده که در پایینش 10,000 متر چقوری است در اون میفتیم. اینجا عاقبت متوجه میکنه برای مشرکین و برای ظالمین که در دو روز عیش و عشرت دنیا خود فریب نکن ندهین. یک چند روز برمندی تانه بکنین. خدا بسیار حلیم است. دفتن سنت الهی است که دفتن انتقام نمیگیره. خاطر دنیا دنیا امتحان است. میگذاره که هر چیز کمال خود نشان بده. خار کمال خود نشان بده. و نمو خلیدن خدا زهریات خود و گل خوشبویی خود. به این خاطر خداوند تا بسیار ناشکری ناسپاسی از حد نگذره انتقام نمیگیره. میگذاره که محل امتحان است. هر چیز جوهر خود باید بیرون بکشه. این تحمل خداوند و حلم خداوند معنی زی نداره که مسیر شما درست است. نهایت خداوند یه که این قل تمتع و بگو بهرمند شوین مثل که دیگه بشریت میشه برای یک چند وقت. فإن مصيركم إلى النار. استراتژی رو سیل کنین. آخر سرک و جاده رو ببینین که آخرش به جهنم ابدی برابر میشه. و همین موضوع رو در داستان حضرت آدم و حوا هم فرمود که قل نهبط منها جميعا. پایانشون از بهشت همه. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زمانی که از طرف من برای شما راهنمایی و هدایت برای زندگی مؤمنان زیستن با تقوا زیستن صالح زیستن آمد هدایت. کسانی که ایمان آوردن و پیروی کردن هدایت های ما را آمدن زندگی دنیا به اونها هیچ خوف از آخرت تولید نمیکنه. چرا؟ با اذن رب آمدن و به فرمان رب تسلیم بودن. از گناه تا حد توان خود نگاه کردن و اگر اشتباهی شد پس با استغفار و توبه رجوع کردن. خلاصه تا آخر با ایمان و با صلاح و تقوا ماندن. اینها هیچ خوف و حزن برشان نیست در روز قیامت. و کسانی که کافر شدن با آیات پروردگار و منکر شدن پس خداوند کریم میفرماید که اونا جایشان جهنم است و ابدالعبد در اونجا میباشه. مسیر کم یعنی نهایت کار رو ببینین. تفتن رو نبینین. مثلا شما در یک جای کودتا میشه در یک مملکت. وزیرها را رئیس جمهور هم میگیره میخواین در مجلس کلان خوب برشان به اصطلاح کارت بسیار خوبم روان کرده که بیاین که چطور یک مجلس است و جشن است و این و آن است و بسیار هم اگه خوش هستن. خب بر از اینا یک 3-4-5 ساعت هم وقت میتن که خوب معیش خدا بکنن. ولی داخل وقت کودتا ترتیب شده تیار شده. که در وقت آخری کلشان زنده میگیریم و به مجازات اعمالشان میرسانیم. اینا در چند لحظه عیش متوجه عاقبت کار نمیشن. و اینجا عاقبت خودن که فإن مصيركم إلى النار. انسانی که یا جامعه‌ای که میگه دروغ خوب چیز است، دروغ خوب پیش میری، ظلم خوب چیز است، مردم از پیشت میترسه، بسیار کار خوب است، کاکم معلوم میشی، قهرمان دروغین معلوم میشی، جبار معلوم میشی، معامله‌گری خوب است، ایسوسو دستک و پایک بزن، بروز به امریکا به اینان یک چند روز چوکی و قدرت در تاریخ نام یک شاشجا یک کس میمونه. اینا بگن که این چیزکا کلش مجازی است، کلش فانی است. مسیر طرف دی دنیا نمانده هیچ کسی. در این دنیای غافل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان اگر شوی آخر نصیب مور میگردی. این دنیا را میفهمی که فانی است. سر آبا و اجداد ما شما گذشت، سر فرعون و نمرود گذشت، سر سلیمان علیه السلام با او پادشاهی و ابوحتش گذشت، سر ما تو هم میگذره. مسیر نهایی را متوجه شو کجا میریم ما شما. مسیر ما وقتی که خداوند ببین در پالی کافر ظالم زیاد بد گفته تا لعنت الله علی الظالمین. به خاطر ظلم از مسلمانم گاهی وقت صادر میشه. میراث اعضای خانواده خودم میخوره، حقوق بیوه را نمیده، مسئله حقوق همسایه را مراعات نمیکنه، حرمت کلام حفظ نمیکنه، شایدی دروغ میده. بعضی ظلم ها خود ما مسلمان هم است. پس ظلم چی شرک و چی اعمال ظالمانه، مسیر آخریش طرف نار است. خدا ما شما را حفظ کنه. و در این چند دهی که در افغانستان آمده چرا مشکل افغانستان حل نمیشه؟ برای اینکه خود ارادیت افغان ها مطرح نیست، پیشه نه پیش روس مطرح است، نه پیش همسایه، نه پیش غرب. اینا افغان ها را به نیست انسان نمیشمارن. انسان از خود یک خود ارادیت داره در هر جای جهان که است، از هر گروپ و فرهنگ و مذهبی که است، خصوصا کنه یک کتله یا چون خود ارادیتشان ناشی از عقیدهشان و فرهنگشان است.
هیچ کس احترام نکرده. اگر انگلیس ها سابق تجاوز میکرد، اگر روس تجاوز کرد، اگر اینا سم مردم افغانستان به صفت انسان نگاه نمیکنن، نمیگن که اینا خو مسلمان هستن، تدین دارن، تاریخ دارن، اراده دارن. علت عدم احترام به خود ارادیت افغان ها سبب تداوم جنگ های برادرکشی در افغانستان شده. اگر کرامت انسانی ملت مظلوم افغانستان و کشورهای عقب مانده همان کمانچه که در حقوق بشر به صورت واقعی یا دروغی نیاد کردن اگر مراعات می شد هیچ مشکلی نبود. چهار تا افغانی که به دربار روس رفته بود که ما وطن به تو معامله می کردیم، برازو می گفت خود تو خوب 1% جامعه هم نیستی، خلق و پرچم می گفت تو چی کار هستی که 99% بر ما در پشت بوجی کرده در دست من می دی، تو 1% جامعه هم نیستی. و همین تو دیگرهای گفت که بر سر ما لونگی بسته که ما رایی که ما کل خط استراتژی عمیق پاکستان و افغانستان رو میزه، برای تو چه کار هستی که امام دارم میکنی؟ پاکستان خودش کجا مستقل است؟ همین رو در تمام بانک جهانی در قرضها گور است، سالها کار میکنه تا سود و قرضها رو بده، قرض خود جایش ماندگی است. او کجا مستقل است؟ خودش نیمه مستعمره است، زیر تاثیر چین است، زیر تاثیر انگلیس است. همونطور ایران هم باید در مساحه خود حفظ کنه، احترام متقابل به همسایه را مراعات کنه، نه اینکه یک فرهنگ دیگر را با خود وصل کنه او را پسرو خود بسازه. ملت افغانستان فرهنگ خود داره، زبان خود داره، عنانات خود داره، چیزای مثبت پسندیده را میگیم. عنانات ناپسنده زیر پای کنه به درد نمیخوره. عنانات و رسم و رواج ها و بدکنشت های عنانوی اجتماعی که مخالف اصول کرامت انسانی و اصول قرآن باشه به درد نمیخوره. او اذیت است. مثلا دختر فروشی، سودخوری، یک نفر احمق کلان قوم ساختن که هر مملک از سرنوشت 99 نفر کل به او سپردن، یا کلش حماقت های تاریخی بوده که ما بودیم کلان است. کلان وقتی میشه که انسان در تقوا کلان باشه، در فهم مسائل کلان باشه، حل و عقد کرده بتونه، یک چیز گیری رواز کرده بتونه، بسته کرده بتونه. کلانی خب بسن تنها نمیشه، عقل بسر است نه بسال. ما که میری صفحه شده گفتیم بالا بشه، نه بودیم در داخل زی جیگر از ایری سفید الف هست یا نیست، تقوا هست یا نیست، آگاهی از مسائل روانشناسی جامعه داره یا نداره، از دین داره، از منطقه داره، از جهان داره یا نداره. نه، ایری سفید بالا بشن، صحیح به حساب ایری سفیدی بالا بشن، ولی گپش دو تا درزش نداره، با زمان مطابقت نداره، از عمق مسائل خبر نداره. لذا او زی سفید است، ولی وقتی یک کسی نیک دیگه که صحبت میکنه اون باید شاگرد باشه، بهتر است. مثل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله سنش کلان بود، شاگرد رسول الله صلی الله علیه و آله شد، با وجودی که عمرش از رسول الله هم یک چند سال بزرگتر بود. به هر حال عزیزای گرامی، بس است که خداوند کریم نتیجه کلمات ناشکری را فهمان که هم سرنوشت دنیایی و مملکت به تباهی کشانده میشه و قوم، هم سرنوشت آخریشان. حال خوش شکر هیچ کسی حساب نمیکنه کلمه کسایی که در جمع کمونیستا بود در جهاد ها کشته شد، اونا هم شهید خطاب میکنن، اینا هم شهید رای وطن است. ایس مسلمانی که مبارزه و جهاد کردیم همه اینا هم میگم این هم شهید است. خو خیر، او خو صفا و ای که باید بین مسلمان آمد، او طرف هم میگه شهید فلانی رهبر خدا و افراد، ایسون هم شهید میگه. والله و اعلم دیگه که چطور یک کلمه گوی دیگه را بکشه و باز بگه من غازی شده مو شهید ایره دیگر. ای خوب مالک امیدین ما نیستیم. بسیار خطر است عزیزای گرامی. بی خاطر آدم انسان بسیار احتیاط کنه وقتی که یک کسی، ولی منافقم که میگه من مسلمان هستم، رسول الله هم تا آخر جنازه عبیر خان برازی گفت که خوب تا وقت میاد در نماز دیگه. اونمو احترامش جنازه سبب شد که دیگه منافقین دوباره هدایت شود. باریکی ها زیاد است عزیزای گرامی. در مقابل از این خداوند کریم برای مؤمنین میفرماید خب سیستم در جهان جاری است، یک تعداد پیروان نفس اماره و شیطان هستند در هر لباسی که هستند، اونا هیچ قانون در جور قانون جنگل و هوای نفس قبول ندارن. ولی شما که معتقد به قانون الهی هستین چی باید کنین؟ قل لعبادی الذین آمنوا، بگین به او بندگان ما که مؤمن هستند. چرا خداوند اختصاص داد بندگانی که مؤمن هستند؟ در دیگه آیت خداوند کریم میفرماید که هر چیز به حضور خدا میه مگر عبد، مگر تسلیم، مگر مخلوق. مگر این می عبد و تسلیم و همین مخلوق، بعضشان مؤمن هستند به توحید خدا، بعضشان منکر هستند. ولی در حقیقت همه ده رب حکم کرده که باید ما استراحت کنیم، شب خواب میکنیم میگیم. رب حکم کرده که روز بیدار شنم، اکثر همه بیدار میشیم. رب حکم کرده که باید اسپرم در شکم مادر خواسته ناخواسته چشم و دست و پایش روش کنه، رشد میکنه.
رب حکم کرده که باید بیرون برای همه برای رب حکم کرده که باید از شیر دیگه بس کنه، از غذای بیرون بخوره میخوره، جوان شوه جوان پس پیر شوه، کلی شی تسلیم است، کلش همه چیز لهو، اصلا من فی السماء، همه چیز تسلیم است، ولو اقرار کنه یا نکنه به قانون ضابطه های الهی و عامر و فعل انفعال اسماء و صفات الهی همه تسلیم است. ایجا به او بندگانی که مؤمن به توحید هستن، همه بنده هستن، اگر اقرار میکنن یا نمیکنن در قید قوانین الهی هستن، همه هیچ کس رهبرای جان میبینین پادشاهی دعوا کردن باز میبینین ریش سفید میشن، میبینین پس بیعقل میشن، میبینین پس میمرن. معلوم شد که صلاحیت عامتام در دست خود از او نیست. او بندگان ما که مؤمن هستن، او بندگانی که بنده ما هستن ولی مشرک هستن، منکر هستن، وارنده وای که مؤمن شدن به توحید، یقیم الصلاة، نماز برپا بدارن. نماز مجموعی عبادتی که ما به جان میکنیم، مثلا با امرای یک کسی بارش سر مرکبش کمک میکنیم، برای یک ریش سفید و یک پیر و پیچه سفید نمیتونه رفته در بازار برش سودایش میخریم، به امانت میریم خانش، بیچاره رفته نمیتونه، میریم خبر یک مریض میگیریم، پای پیاده میریم از یک قریه به دیگر قریه، میریم به پای پیاده طرف. اینو کلش عباداتی که جان درو درای خدا مصرف میشه همه در صلات داخل است، ولی اکمل و اتمش امی صلات پنجگانه است که خوب باید انجام شه، ولی دی خلاصه نمیشه. انسان که از نماز برآمد چی کنه؟ دست و پایش رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که سر هر بند وجود شما صدقه واجب است. صحابه پرسیدن که صدقه را چطور انجام بدیم؟ گفت شما کمک کنین بار دیگه برادر و خواهر مسلمانتان، برین امرایشون خدمت جانی مالی کنین. یگان تا ببینین بیوست بیچاره است، زمستان می با مای خود کاگل کنه نمیتونه، تو همسایه جوان خوب میری میگه بیا می با ما کاگل میکنم اگه اجازه باشه، گله میگیره بارم هیچ پیسم نمیگیره، یا کلش در خدمات جانی داخل است. کسی که مال نداره جان خود در راه خدا برای بهبود دیگه هم نوان خود مصرف میکنه لله، نه به اساس مزد. البته به اساس مزد که میکنه او باز کسب و مسلکش میشه، او هم عبادت است، ولی انسانی که لله و کار میکنه اون کلی ثواب عبادت نماز داخل است. و تنها به نماز خلاصه نکنین، و ينفق مما رزقناهم، نمازخوان باید سخی هم باشه، مثل ما نمازخوانا نباشه، کل ما بخیل، به حضور خدا میتونم مؤدب استار هستیم، وقتی گفتن به مسجد کمک کن دل ماست که اونجا بگریزیم، همونجا دل ماست که مسجد هم چرا یارا میمانن؟ خو از آب مسجد استفاده میکنی، از برقش استفاده میکنی، از مکانش می یک راحت روحی احساس میکنی، همه حق خدا سرتون نداره که نیست، فقط که از جان امرایم برد از جانش چیزی بکنی و اونجا ممسک میشیم. این رقم نمازخوانی به درد نمیخوره. خدا میگه نمازخوان باشین، امرایش اهل سخا باشین، جواد باشین، رادمردی باشین، سخاوت کنین، خرج کنین، مما رزقنا، از آن چی که ما به شما روزی دادیم. نگوین که من خو ترامپ نیستم که بتم، نه تو ترامپ نیستی، تو قارون نیستی، ولی همه قدر هستی به محدی که ما به تو روزی دادیم، به محدی معاش خود یک فیصدی را کمک کن، برای مساجد کمک کن، برای یتیما کمک کن، برای غربا. غیر زکاتی مسئله، غیر زکات است، زکات خو اهل نصاب میته، این عام مسلمان والله غریب هم باشه، شاید تو مثلا روز 100 افغانی به دست بری، یک کس یک لقمه نان نداره، میتونی 100 رو در پیش یک تا نان بخری، هفته یک دانه نان برای یک گوشنه بیتی. نیست که تو اهل زکات نیستی، تو اهل صدقه خوب باید باشی اگر اهل زکات نیستی. این در شروع قرآن هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، این تنها نصاب نقود و مواشی اینا نیست، این عام که یک اندازه سخاوت داشته باشین، خرج کنین در راه خدا. سرن چی پوشیده خرچ میکنین و چی علانیه خرچ میکنین؟ یعنی این چیز براتون بانه نشه که او مده اوجه به خاطر پای من میخوایم پت بکنم، باز دیره ده او اخبرت میگه ولی پتم نمیکنی، یک بانه میسازی. ایتو نشه که مسئله پت و آشکار تو را منع کنه از سخاوت، نه، پت از پت بکن، آشکار آشکار، داشکاری هم کدام نقصی نداره. فندیزنگ میشه یک دکتر میگه ما برای برای این مکتب یا به این شفاخانه به این مسجد $10,000 میتم، این ریا نمیشه، ریا به نیتش مربوط است که این میخواست که برای مردم خدا بگه که ما سخی هستیم، یا این میخواست که واقعا بتق با از نظر دین اسلام ممانعت نداره آدم آشکارا در تلویزیون بگه که من اینقدر پول به این تلویزیون یا به این مسجد یتیم خانه یا به این کمک میکنم. خدا منع نکرده که نه علت ازی که ولی آشکارا شد نکو خوب نیست نمیکنم، خدا سخاوت نمانه، یا پنهانی خوب نیست را آشکارا کنه، ای چی پنهان میکنین چی آشکار خرج کنین. تنها به پنج وقت نمازتان مغرور نشین که نمازهای بی حضور اکثرا سار اقل مردم اگه در مسجد بره و بفهمه که چند رکعت نماز خواندن و چی خواندن و
چی خشوع و خضوع از او چی اخلاق پس بگیرن بیرون، برای بسیار کم مردم است. قلیل من عبادی شکور. اکثر میریم با غفلت و پس میبرایم با غفلت، میریم با بخل پس میریم با بخل، میریم با کینه و عداوت پس میریم با کینه و عداوت. او مسجد شده نمیتونه. مسجد برای یطهر قلوبکم است که قلب های ما را پاک بسازد. اساس ساختن مسجد برای این نیست که ما اونجا بریم ناشکر بریم ناشکر بیم، دشمن بریم دشمن بیم. او رفته اون مسجد برای این است که ما را متفرق هستیم پس وحدت بده. ما کل ما کلانکار هستیم در یک صف ما را قرار بده. ما کل ما کبر پیدا کردیم ما را کل ما را ادب یاد بده. رکوع مسجد برای اصلاح اخلاق فرد و جامعه است، برای تزکیه و پاکی است. برای غرور نیست که مسجد پشتوناسی از ازبکاس و از عرباس. مسجد ای باید بتخانه میشه، مسجد فلان حزب است بتخانه میشه، این حزب بازی مسجد الله نمیشه. مسجد الله برای عزیز که خدا یاد شوه و در اونجا انسان میره تزکیه شوه و اگه میره کثیف با گناه گناهش پاک شوه، میره بی ادب با ادب شوه، میره بی حرمت به اجتماع با اجتماع مسلمین حرمت و ادب پیدا کنه، میره که پس می قلبش پاک شده باشه و در این تنها اکتفا نکنه، اثر از او را در بیرون نشان بده، از آنچه از باطن زاید برشان دادیم اینا خرج کنن. عبدالرحمن بابا چه خوب فرموده؟ هر سخی ده خدای دخمنده، هر بخیل ده خدای دخمنده ولو کان زاهده. هر کسی که بخیلی میکنه ولو بسار نماز خوادی و تسبیح درازم، ولی بخیل ممسک بدبخت است، میگه که دشمن خداست. به خاطر صفت دوم بعد از نماز صفت سخاوت است، جوانمردی است، باید انسان داشته باشه. هر زاهد ده خدای دوسته ولو کان فاسقه، ولو یک نفر اوقدر پابندی زیاد منه، ولی میبینه که بسیار فداکار است، از هر چیز در راه خدا و منفعت جامعه تیر میشه. میگه امکان بیشتی بودن ازی زیاد است نسبت به اونو عابد بخیل. یا وقتی میشه که بعض دوستان پرسان میگن ما چطور کنیم بخل از خود دور کنیم؟ مثلا ما شما میتونیم یک دلار در یک جای کمک کنیم به غریب، دمو به اصطلاح کمفتیبل هستیم، آرام هستیم. اگر دو بسازی با نارامی برد پیدا میشه. اینا اگه تو میخوای سخاوت زیاد شه امور دو بساز، یک هفته بعد دو بسازش، یک و نیم بسازش، بان کنم یک و نیم تو رنج بده. اونم رنج معنای چیز کنم مجرات بخل تو رو دور میکنه، یک کمه که انتشار میکنه سخاوت بده. باز چند وقت بعد ایره $3 بسازش، همین تو کم کم کار کنم رای خود، در یک دم نکو که قمار باز بر یک دم باز پس پشیمان شوی. خودم حد طبیعی که دینی حد تو کمفتیبل هستی به اصطلاح و قدر فشار سرت نمیه، یک کم فشار انفاق سرت زیاد کن و این تمرین میخواه. یک وقتی کسی بودی که نام صدقه میگرفتی، ما افغانا عموما میگیم بته بته، کل ما در گدایی عادت ما کردن، چرا مملکتی بودیم که صنعت نداشتیم، تولید نداشتیم، زراعت ما همه پادشاه ما در بته بته هم مخواه، ایره افتخارم میدانیم. و در حالی که دین میگه نه خرچ کو، تو تنها در بگیرین خود. رسول الله میگه دست گرفتن پایان است و دست دادن بلند است، دست بلند دو که خدا تعالی قائل چی کنه. بهترین پروگرام مثلا این تلویزیون کل ما خوش داریم، ولی اگر خطاب صاحب بگه خواهی میقدر حالا شما یک $50 بمی دستی حالا بخشید نمیشه، دالی که میتانه. اینی می بدکنیشتی عنانوی در ما پیدا شده که باید یک افغان دیگه افغان کمک نکنه، یک مسلمان دیگه کمیونیتی مسلمان باید کمک نکنی. بدکنیشتی عنانویز در ما، اگر نی خوب میتانیم کمک کنیم هم دیگر خود را. و از اون خاطر است که خدا دروازه‌های خود سر ما شما بسته کده میره، در ما فرهنگ سخاوت ایجاد نشده که یک کس دیگه از افغان ما پیش قدم در کار خیر بگیم خیر است میره، ما به خاطر خدا حمایت میکنیم، می قدر میتونیم میما. نه نه نه، همین به مجرد که رگ خب ما افغان هم میاست گرد زیاد جمع بشن جمع بشن، به مجرد بگی پول میگیرن از پیشت، بهترین راز از شرش خود بیغم میسازی، بهترین راز خط برش بگو پول میگیرن از پیشت. بعضی جا میگیرن خیر است توان نداره، بعضی جا عادت می تو کردن که باید نکنی، دال کی خلاف قرآن است. نه، در کار خیر در کار نیک خدا گفته که و ينفقوا خرج کنین مما رزقناكم بدون چی بشه سر و علانیه، پشت ازی نگرد که ولا پوت آشکار، گپ به نیتت است. من قبل ان یاتی یوم الله بیع فی، پیش ازی که روز قیامت به، در روز قیامت دیگه روز کاشتن عمل نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که دنیا دنیای مزرعه آخرت است، یعنی دنیا است که تو کشت میکنی. سخاوت می جرزش داره، راستگویی می جرزش داره، مبارزه کردن با ضد ظلم می جرزش داره، عدالت خواهی می جرزش داره، تقوا. اینجا دنیای کشت است، در آخرت نیست دیگه. او کشت خواهد دنیای دره و حاصل است،
به می خاطر رب العزت می فرماید در سوره حشر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای کسایی که خود مؤمن و مسلمان میگین از خدا بترسین، این خدا را حاضر و ناظر ببینین، متوجه آینده خود باشین. در دنیا خود زیاد جمع کرده میریم کل ما، ویل لکل همزه الذی جمع، مال جمع کرده میریم، سیری نداریم، هر قدر هیچ حرص مال ما خلاص نمیشه، کل انسان ها میره داریم. و خدا میگه که اگر توی رقم ماده گرا و ماده پرست شدی، تو بسیار در اشتباه کلان هستی. یحسب ان مال اخر کلا لایم، نه نه نه، مال برات نمیمونه، خودت هم نمیمونی. آنچه که میمونه باقیات صالحات است. کوشش کن اعمال مالی، جانی، زبانی، هر چیزی که داری رو درست بگذاری که برای آخرتت ببینه هر نفس که من برای فردا چی فرستادیم، یا کلش به دنیا به درد میخوره. شادنامه گرفتیم، معاشم زیاد میشه، مردم چک چک میکنه بالا، این خو کلش کارای دنیایی است. یک چیزی که به خاطر خدا کردیم که از مردم نمیخوایم تشکری از او را، مانده میشه که خدا برای ما پاداش و شکر، خدای شکور پاداش از او را بده. او چی است؟ کدام عمل مالی، جانی، زبانی؟ خدا به او تشویق میکنه که تنها به نماز غره نشین، امراش رادمردی و جانمردی پیدا کنین، کمک کنین، خصوصا صالحین خود را. در بین جامعه ما بسیار مردم های صالح هم در داخل کشور هست هم در خارج کشور، اکثرشون بیچاره آنچه که دارن در طبق اخلاص برای جامعه میگن، ولی از اضافه توان ندارن. اینا دیگه صالحین است که باید به اونا یکی شون. و او تلویزیون ها را، او مساجد را، او مؤسسات خیریه را، او جریانات را باید به خاطر رضای خدا حمایت کنه، نه به خاطر بر ما چی میرسه، بر تو چیز نرسه، پروا نداره. تو امر خدا را انجام دادی، برای تو در آخرت همه چیز میرسه. اگر در دنیا نظام عدالت بر اساس تقوی یک چیزی برات خاطر رسید، اگر مقت کفایت یک چوکی را داشته باشی. اینجاست که خداوند کریم میفرماید هوشیار باشین، هر نفس ببینه که باز روزی میه که باز کشت و کار خلاص است، دیگه کشت و کار نمیشه. دو روز روز خرید و فروش نیست که ما یکی به دیگه ترحم کنیم، یک چیزی را مفت بتیم یا ارزان بتیم، یا این گپا نیست. و نه دنیای دوستی است که پدر مسیح همسایه مثلا به این کمک کنم، اون هر کس به سرنوشت اعمال خود است. این کلش دینی دنیا به درد میخوره، در آخرت مسئله نتیجه و مکافات است. یک وقفه بریم، بعد از دوباره انشاءالله برمیگردیم، با ما باشین. زیگرام مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کله چه انسان له بهشت څخه د ځمکې خاورین کورې ته راواره او سرګردانه شو، نو له ګڼ شمېر مادي، معنوي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او داسې نورو اړتیاو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغ ده هغو طول و چیرن و پلرتن و دلاستر آولن و مجموعه ده اسرار معرفت در زخناک اخپروانه پو منظم و دیویدیگانو که ده پیجندل شوی لور متفکر او تقهم و بلغ استاد معتصم بلا مذهبی پا عارفانه او لشور و زوگ نردک و وینا و خبرو که لپای نتر پای پوری ترتیب او زای پزای شوی دید. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700-260-833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت
صاحب اجر دارین شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. سلام مجدد حضور همه برادران و خواهران عزیز در سراسر جهان. خب میریم به تفسیر مفسرین که جهنم یسونها و بیس القرار چی فرمودند. باید از آلا یا نعمتهای بی منتهای الهی متأثر می شدند، با شکر و اطاعت منعم حقیقی می پرداختند، چنین نکردند و کمر بغاوت بستند، چیزهای دیگری را به مقابل خدای متعال برپا نمودند و اختیارات و اولویت را بر آنها بخش کردند. خواستند عبادت را که خاص خداوند بود به عناوین مختلفه در آنها ثابت گردانند تا به این سلسله راه دیگران را ببرند و آنها را گمراه نموده گرفتار دام سیادت خود نمایند. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، بگو بهرمند شوید پس راین بازگشت شما به سوی آتش است. در تفسیر مفسرین میفرماید بهتر است بیخردان را به دام خویش افگنده چند روز دل خوش دارید و از لذایذ دنیا متمتع شوند، اما تا چند که عاقبت در آتش دوزخ جاودانه میمانید. زیرا این تمتع چنان است. اینجا مفسر میگه چرا خدا گفته که بهرمند شد، میگه تمتع یک قسم است که طبیب بیمار را که پرهیز نکند گوید کل ما تريد فان مصيرك الى الموت، بخور چی که میخوای بزو یک ماه بعد میمری، پرهیز مریض نکو وقتی تو یک ماه است هر چی که میتونی بخور. یعنی خداوند از روی عظیم میگه که سر از یاد تمسخر میکنه، استهزا میکنه که شما چند روز در امی لولعبتان، در امی کارتونی دنیا انانیت و غرور و فیلمایتان پر کنین، آخر کجا میدین؟ ملخک یک دفعه جستی، دو دفعه جستی، آخر در دست تقدیر می. اینجاست که در دیگه جم خدا انده کریم قل تمتع و بکفرکم این مصیرکم الی النار، بهرمندی بگیرین از این ناشکریهایتان، از این بتراشی ها و بتپرستی ها و ظلم پرستی هایتان، یک چند روز عیشتان کنین، آخر کارم ببینین، آخر منزل مقصود کجا روان هستین، به طرف ذاتی که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. بخور هر چی خواهی، عاقبت از این مرض خواهی مرد، بخور. و در قسمت تفسیر قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاه میفرماید بعد از تذکار احوال کفار به مؤمنین مخلص تنبیه می شود که آنها کامل بیدار باشند، یعنی به او روش خود را آغشته نکنند، نگذارن فرقی در وظایف عبودیت پدید آید، نکنه که کهالت و سستی و بداخلاقی منکرین و پیروان شیطان شما را ممرای خود به طرف نفاق و بزدلی و تنبلی بکشانه. از دل جان آفریدگار را عبادت و آفریدگان مخلوقات را خدمت مناسب کنند. از دل جان عبادت خدا و خدمت مخلوق خدا، که علامه سیف فیضانی در آثار خود میگه که استراتژی ما بالاخره همیست، نتیجه خودشناسی و خداشناسی و عبادت باید می باشه که هر گونه نیکویی که محض الله برای آرامی خلق الله کرده شود علوم و سنت ما و سنت کل بندگان انعمت علیهم است. نماز را بر رعایت حقوق و حدود و به کمال خشوع و خضوع برپا دارم. ای که دیگران نماز نمیخوانم، مام نمیخوانم، این دلیل شده نمیتونم. دیگران زهر میخوره، زهر خود چیز خوب نیست. دیگران میکروب ایدس کپا میکنه، خود چیز خوب نیست، که ما همیشه اکثره در چی که میکنه. عقل خود را و رهنمایی آفریدگار خود پیش خود باید ما حاکم بسازیم. دیگران هر چی که میکنه اونا جواب خود خواب دادن، ما پاسخ خود. هر وقتی که کفار برای انبیاء رسن فکر بیاین مثل ما شین، باز میگن لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ما جواب عملای خدا میتیم، ما شما جواب عملای خود را، یا بیاین صالح شین عملی دیو نمیکنین، شما کار خدا کنین، ما کار خدا میکنیم. آنچه خدا جلو داده قسمت از آن را پنهانی آشکار و مستحقان صرف کنند. خلاصه باید مؤمنان به مقابل کافران که به شرک و کفران نعمت روانند و استقامت میکنند، زمان کهنه بتان را هزار بار آراست، من از کعبه نگذشتم که پخته بنیاد است، به قول اقبال رحمت الله، آمادگی خود را در طاعت و شکر الهی به جان و مال ثابت کنند، سست نشن،
عمل صالحات 625 قرآن عظیم شان گفته در هر جا که هستین زمین از خداست، آسمان از خداست، ولی الله ملک السماوات والارض و فرمان از خداوند است. تا حد توان از خداوند توفیق عمل صالحه بخواهیم. در تفسیر من قبل یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال چنین می فرماید: در آن روز، این روز قیامت، نماز و انفاق فی سبیل الله و سایر حسنات که انجام بدین وقتش نیست، وقتی نیست که ما تلمن گوجه باز می خوانیم. موفقیت به بیع و شرا یا علایق دوستانه حاصل نمی شود، یعنی نه در آنجا عمل نیک از کسی خریده می شود نه دوستی. این چیزا دنیا گفتیم مزرعه، او یه جای زرع نیست، جای حاصل برداری است که بدون ایمان و عمل صالح به اثر دوستی نجات داده بتواند. انسان هر کس واگور و تنها گور، هر کس بخشی عملاش همراهش است، اونم عملش مقامش ثابت میکنه در آخرت. یا اصحاب شمال است اهل جهنم دست چپی که عمل نامیشن دست چپ، یا اصحاب الیمین است که عمل نامیشن دست راست داده میشه، یا مقربین است که در تقوا از همه که پیشتاز هستن. خدا از مقربین بسازه و حداقل از ابرار اگر در این وقت هم بسازه، بسیار جای نعمت بزرگ است که از فتنات آخر زمان، گمراهی آخر زمان نگاه شیم. که بدون ایمان عمل صالح به اثر دوستی، رب میگه ای است که نخست ذکر ناسپاسی کفار بود، سپس مؤمنان به مراسم طاعت و به شکرگزاری تشویق شدن. پس از این چندین نعمت عظیم الهی که درباره کافر و مسلمان عام است ذکر می شود، تا شنیدن آن مؤمنان را موجب ترغیب مزید شکرگزاری شود و کفار نیز در آن غور کنند و بشرمند که آنها از احکام چیشان شای بزرگ منعیم تمرد کردند. در ضمن دلایل عظمت و وحدانیت خداوند را بیان شد تا دانشمند منصف بشنود و از شرک باز آید. یا چون آیات عظمت و جبروت الهی را مورد دقت قرار دهند، از اخذ و گرفت و سزای او جلت از متوب بترسند، که آیات بعدی در رابطه با معرفت و تقوی ایمان و اثبات وحدانیت وجود خداوند است که خداوند میفرمه الله الذی خلق السماوات والارض، خداوند تعریف ذات است که آفریده کائنات و یونیورس را، و انزل من السماء ماء، و از آسمان توسط فرمول هایی که گذاشته خود ذات قدس به قدرت خود ابر میبره و از دوباره به صورت باران به شما نازل میکنه، فخ رج بیه من الثمرات رزق لکم، و تسونمو آب است که برکت در مکان و مکین میه و همه جا سرسبز میشه، حاصل خیز میشه و ما خوش میشیم که نه بهار آمد و تابستان حاصل خیزی. در حقیقت رزاق حقیقی ما خداوند تبارک و تعالی است، نه پول ما، نه سرمایه ما. این بحث انشاءالله میگذاریم برای هفته بعد اگر حیات باقی بود. اعضای گرامی، ماه مبارک رمضانم نزدیک است، انشاءالله هفته آینده کوش میکنیم سر مقدمات آمادگی برای ماه مبارک رمضان صحبت کنیم و ضمنا از خداوند تبارک تعالی توفیق میخواهیم که ما شما را به مسیر صراط مستقیم هدایت کنه. در سوره انعام فاتحه که ما میخوانیم سه چیز بسیار مهم است. اول امی که توحید خداوند و حمد و ثنای خداوند و اسما و صفات خداوند ایمان داشتن. دوم دوستان خداوند بسیار مهم است. دوستان خدا، خدا در سوره حمد یاد کرده صراط الذین انعمت علیهم، که برای دوستای ما برین. دوستان خداوند، بندگان مقرب خداوند کیست؟ نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین که خداوند اونا را دور صف گرفته باشه. او بسیار مهم است. سوم دوری از کسانی که مغضوب و دالین است، که خدا از او قشر و از او حزب شیطان ما شما را نگاه کنه. به این امیدواری که خدا توفیق ارزانی کنه به من بنده عاصی و ضعیف و ناتوان و به شما بزرگوارای گرامی که ماه مبارک رمضان را با اخلاص کامل استقبال کنیم. این ماهی است که پر از شکوفه‌های روحی و معنوی است. ماهی است که انسان دوباره معنی حقیقی تسلیم اراده خود به اراده رب العالمین را میآموزه. ماهی است که انسان دوباره خود میافه و نفس خود را متوجه معایبش میشه. و این ماهی است که عام مسلمان ها بدون استثناء غیر از کسایی که متوجه به خود اصلاحی میشه. ماهی است که اگر این ماه را ما درست تطبیق کنیم، 11 ماه دیگه سرنوشت زندگی ما به طرف خوشبختی از خود ما، خانواده و ملت ما میره. و اگر این ما را درست استقبال نکنیم، درست تسکیه بدیم، اونمو آش و کاسه جهالت است و ظلم است و خودخواهی است و در او خود ما بریان میشه، مثل مایی که در روغن بریان میشه و سوخت میکنیم و چیغ میزنیم و رای تداوی که خود اصلاحی است او را پی نمیبریم. خداوند توفیق بده که ما وسیله هدایت کل ما شما شود. اللهم اهدنا فی من هدیت و عافنا فی من عافیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما عطیت و قنا و اصرف عنا الشر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى عليك انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت.
صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرش محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التماس دعاي نيك شما را دارم. خدا ان هر جا که هستین یار و مددگارتان و توفیق عمل صالح به ما و شما نصیب بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.